سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در یکی از نشست های اندیش بروکینز آمریکا شرکت کرد. به گزارش شی ویوز به نقل از پایگاه اطلاع سازمان مسلمان آزاده در این نشست که تحت عنوان گفتگو درباره سیاست تدافعی ایالات متحده آمریکا برگزار شد، ست مولتن نماینده کنگره آمریکا نیز حضور داشت. بر اساس این گزارش مولتن در این نشست با اشاره به کشورهای محل فعالیت سنی هایتون رو ضمن تصریح بر قدرت گرفتن آنها بر لزوم مقابله با گروه های افراطی برای پایداری صلح تاکید کرد مشتبا اکوان، نماینده مؤسسه جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در این نشست سخنانی گفت برای مقابله با تفکرات افراطی باید همه کشورهای جهان با یکدیگر متحد شوند و بدون در نظر گرفتن نمادها یا نشانه های مورد استفاده افرادگرایان با این گروه ها به طور جدی برخورد کنند وی با اشاره به اینکه مبارزه با افراطیگری از اولویت های سازمان مسلمان آزاده است افزود در حال حاضر راهکاری که از حمایت چندین فرهنگ و زبان بین المللی برخوردار است پیاده سازی شده و فعالیت خود را در راستای ریشهکنی چنین تفکرات مسمومی در جوامع بشری متمرکز کرده است این فعال حقوق بشری در پایان تاکید کرد ایالات متحده آمریکا باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده سایر کشورهای متحده آمریکا از این دولت به عنوان نردبانی برای اعمال فشارهای مغرضانه بر روی شهروندان خود تمام تلاش خود را برای اعمال سیاستهای مناسب به کار گیرد خصوصا با در نظر گرفتن این مطلب که این انجمن حامی و مدافع آری شدن جوامع از هرگونه نفرت تبعیض و خشونت است شانه ذکر است بروکینز یک سازمان غیر انتفاعی بیطرف آمریکایی است که در زمینه ی تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت می کند. این نهاد در سال 1916 میلادی تأسیس شده و یکی از قدیمیترین مؤسسات در نوع خود می باشد.